À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. خواهم میرونم اجازی خیلی مقدم بگم به دکتر اسلام نوذری عزیز. دکتر نوذری درود بر شما. درود بر شما و شنوندگان عزیز شما و فرهاد خانم. حال شما خوبه؟ خوب است. خسته نباشید. بخیر. خب امروز میدونم هم بحث علمی داریم هم از پل موسیقی عبور میکنیم. چه موسیقی انتخاب کردید امروز؟ امروز یک موزیک هست در قدانی از پدر هاست. از پدر. اوه. چه عجبی. دیگه چی؟ یک دونم ترانه عاشقان است. عالی. هر دو از کبک؟ اولی از کبک، دومی از پاریس. دومی از پاریس. یعنی بلژیک هست شده در فهرست کاری که حذف می‌کنی؟ نه. نه، مگه میشه؟ مگه میشه کاملا درست. خب شما بلژیک رو حذف کنید، خود در خود فرانسه واقعا نمی‌دونن. گاهی اوقات فکر می‌کنن ژاک برل فرانسوی هست. کراس میگه یا لارا فابیان همینطور. دقیقا درسته. خود شارل آزنابور بارها اشاره کرده بود به نقش بلژیک در هنر و این باز بر میگرده به خاطر اینکه بلژیک شاهراه تمدن هاست، شاهراه یا چهارراه فرهنگ هاست. درست. و یک سابقه تاریخی داره. حضور انسان در بلژیک بر میگرده به بالای 100,000 سال. درست. انسان ناندرتال اونجا زندگی می کرده، حضور داشته و آثارش هم هست. هست. و بعد شما رومی ها رو دارید، فرانسوی ها رو دارید، روس ها رو دارید. جالبه. از جاهای متفاوت. یه پرونده بد داری مربوط به دوره قاجار، پادشاهان قاجار از یک کارخانه اسلحه سازی از مانکانش قرض میخوان دیگه. چون میخوان در اروپا به چرخانه بگردن، پولشون تر کشیده، میرن به اون کارخانه برای اینکه پول بگیرن، پول قرض بکنن و به تفریح ادامه بدن. این پرونده بدی است. البته دوره رضا شاه میدونم تصفیه حساب کردن با کارخانه بلژیک. و در بلژیک کشور به این کوچیکی نزدیک 11 میلیون بیشتر جمعیت نداره، شما در یک روز چند بار میتونید از شرق به غرب بلژیک برید و برگردید. طبعا. از شمال به جنوب که حتی بیشتر به راحتی. اما در این سرزمین شما فلمیش ها رو دارید، فرانسه زبان ها رو دارید، آلمان ها رو دارید، جرمن ها رو دارید و عرب ها رو دارید. بله همینطور هست. خب چرا اینقدر اجازه دادن یعنی این همه پناهجو به بلژیک بیان؟ الان کمتر هست به خاطر اینکه بهایی هست که به خاطر دوران استعمار دارن پرداخت میکنن. یکی از صفحات یا فصل های تاریک تاریخ بلژیک کنگو هست. زمان لوپاخ هست، لوپول هست. لوپول جنایت‌های زیادی کرد در بلژیک. بلژیک 7 پادشاه داره در تاریخ جدیدش، بعد از اینکه از نیدرلند جدا میشه. از هلند جدا میشه. کاتولیک‌ها جدا میشن. به خاطر همینم هست که مهم نیست که فلمیش بودن یا فرانسه یا آلمان، کاتولیک بودن، جدا میشن. و 2 نایب‌السلطنه و پادشاهان بلژیک همبستگی و پیوستگی رو حفظ کردن. بدون حضور اونها این سرزمین پاره پاره شده بود. اینقدر سلطنت در اونجا مورد احترام، یعنی نظام پادشاهی و شخص پادشاه محبوب هست، میان مردم هست، حتی نیازمند به امنیت نیست. مأمور و محافظ هم مثل که ندارن. نه من خودم 2 بار پادشاه رو دیدم. بچه ها رو میبره مدرسه یا دوچرخه سواری. بدوان که خب شهرت بالایی داشت که حتی شبها میرفت به دیدار نیازمندها، میرفت به دیدار گرسنگان، میرفت به دیدار اونهایی که در سرما زندگی میکنه. یادم هست، خاطرم هست، در یک مصاحبه یک خانمی اومد کتش رو نشون داد که کت پادشاه. آخه کت بعد از مرگ. بهشون میگه کلوشار ها؟ بله.
لوشاقا. نه اونا گرسنگان. گرسنگان. اونها معمولا مست هستن یا نه برای بی خانمانن دیگه. برای مثال یک مدت رفت به سراغ اونهایی که دچار سیدا هستن یا بیماری ایدز در زمانی که هیچ کسی به اونها حتی دست نمیداد. یک حالت بدی در دنیا ایجاد شده بود و بودون نقش مهمی بازی کرد در شکستن این تابو که نه، و رفت به سراغ اونها، میرفت پهلوی اونها. یک سفر دیگرش در مورد زنان روسپی بود. به همراه گروهش رفت به دیدار زنان روسپی، نگران اونها بود، نگران بهداشت اونها بود. چقدر جالب. با اونها صحبت میکرد. چقدر جالب. خیلی. میدونید که در قونیه هم همین کار مولوی میکنه. یک بار با جمعیتش داشتیم رفته به سمت مدرسه، شاگردانش به همراهش بودن، مردم هم تو خیابون، ناگهان جمعیتی از روسپی ها رو ببین کنار خیابون ایستاده بودن و میلرزن، هوا سرد بوده، راه رو جدا میکنه میره به سمت اونها، تا اونجایی که من میدونم و خوندم دست یکی از اونها رو میبوسه جلو مردم و همه حیرت میکنند و میگه اینها معصوم ترین آدم های دنیا هستن، بیگناه ترینن. و پادشاه به زبانهای متفاوت هر سال سال نو رو تبریک میگه. به فارسی هم میگه؟ نه، زبانهای خود بلژیک. زبانهای خود بلژیک. اما ترتیبش رو عوض میکنند. عجب، هر بار ترکیبش رو عوض میکنند. به زبانهای متفاوت همشون صحبت میکنند. پادشاهی که همه چیز پادشاه همه هستند دیگه. پادشاه همه هستند. و از محبوبیت خیلی بالایی برخوردار هستند. بعد از مرگ بودوان فرزندی نداشت. مردم اعتراض کردند که بایستی صاحب فرزند بشی، چون همسر او نمیتونست فرزندی داشته باشه، نه خود بودوان. و بودوان یک سخنرانی معروف کرد که من همسرم رو طلاق نمیدم. ولی از این زاویه به پادشاه خودتون نگاه کنید که اگر پادشاه شما نمیتونه فرزندی داشته باشه، همه شما فرزند اون هستید. آفرین. و بود همیشه با ملکه، بله، و ملکه هم روز مرگ بودوان لباس کامل سر تا پا سفید پوشیده بود. یعنی دوباره بابا ازدواج. بله. و بعد برادر اون پادشاه شد و الان هم برادرزاده اون. تشکر. خب بریم به کبک. نه نه نه، این کار عاشقانه اول. کبک چون الان صحبت از عشق بود. نه، کبک عاشقانه. نه، الان صحبت از عشق بود. عشق دختری هست به پدرش. بسیار عالی. بله مالی. اسم این ترانه هست جای تو خالی است. این ترانه رو خود خواننده نوشته بعد از دست دادن پدر. اسم خواننده؟ ناتاشا سن پیر. آناتاشا سن. بسیار عالی. گوش میکنیم. Tu m'as fait don d'un sentiment d'abandon et qui devient l'amour prison de détenu, l'amour poison qui s'insinue, qui s'insinue. Cette envie qui me manque, c'est ça. Détenu,
چه می شود کرد؟ زمان ما را غافلگیر کرد و از این پس زندگی ادامه می یابد. به من رها شدن را هدیه کردی که عشقی شد و زندانی، زهری شد و آرام نفوذ کرد. جای تو خالی است، شوق دیدار تو دیگر بی‌معناست. جای تو خالی است و همه آن حس هایی که به کناری رفتند. هر شب جای خالی تو به من پهلو می زند. جوهری از خون می سازم تا برای تو بنویسم که دلم برای تو تنگ شده است. چه می شود کرد؟ زمان آن فرا رسید که بگوییم بدون هم. زیباترین ها را به تو هدیه می دهم، همه چیز را به تو هدیه می دهم، همه چیز به تو باز می گردد، عشق نیست به تو باز می گردد. عشق زندان در بندان، عشق زهری که آرام رخنه می کند. هر شب جای خالی تو به من پهلو می زند. Se dire sans moi continue. Je te fais cadeau de ce que j'ai de plus beau. Tout te revient, l'amour pris sans te détenir. L'amour poison qui s'insinue, qui s'insinue. صدای زیبایی داره، ترانه سرای خوبی هم هست. اینجا وفادار هست به اون پیام شاهناز نوور که خواننده هایی رو دوست دارم که ترانه هایی رو که خودشون نوشتن میخونن. یعنی خواننده های مؤلف، خواننده های شاعر، کسانی که خودشون کارهای خودشون رو اجرا میکنن. در مراسم تشییع جنازه بودوان یکی از سخنران ها بیمار مبتلای به ایدز بود یا سیدا بود. یکی از سخنرانها یک روسپی بود. طبعه. یکی از سخنرانها یک خواننده بود. یک مراسم استثنایی داشت مثل خودش. تاریخ بلژیک حیرت آور هست، هزاران هزاران ساله هست، اما تاریخ جدید از سال 1831 هست. لئوپول اول، لئوپول دوم، بعد آلبرت اول رو داریم، بعد لئوپول سوم هست که کنار میره به نفع بودوان، و بودوان آلبرت دوم و الان پسر آلبرت دوم که فیلیپ هست. چند سالش پسر؟ حدود فکر میکنم 50 سال، 50 خورده سالش بازدی باشه. بسیار انسان نازنینی هم هستند همشون، بودوان، آلبرت دوم و فیلیپ. و واقعا نقش پادشاه در زمانهای خطرناک هست، نه در زمانهای عادی. در زمانهای خطرناک هست که پامه بیدون میگذارن برای نجات میهن، برای حفظ پیوستگی میهن. در غیر این صورت نه، دولت هست که همه کارها رو انجام میده. مناسبات
مردم با پادشاهان به نظرم خیلی های اهمیته. پادشاهی که نازنین نباشه مطمئن باشید که مردم ردش میکنن. یعنی پادشاه باید صاحب خصوصیات فوق العاده برجسته باشه که مردم بهش عشق ببرزن، در ضمن از امنیت برخوردار باشه، یعنی بدونه که مردم دوستش دارن و همیشه مدافعشن. و خوشبختانه تمام پادشاهان اروپا الان چنین وضعیتی دارن، خیلی مورد احترام مردم هن. همینطور است نیست؟ این خود من شاهدش بودم. دقیقا خود من بارها شاهدش بودم. در مراسم بودوان یک کوه گل جلوی کاخ بلند شد، واقعا یک کوه گل، یعنی دیوارهای کاخ دیگه دیده نمی شد. ببین مثلا داماد خاندان سلطنتی اسپانیا خب دچار یه خطای مالی میشه، گوشش رو میگیرند و بیچارش میکنن. اگه شرمند عادی بود این همه صدمه نبینید، محاکمه میکنن. دقیقاً میدونید خب مردم اطمینان مردم جلب میشه، در این مملکت عدالت برقراره و عدالت به همه به یکسان نگاه میکنه و اینو خاندان اروپا واقعا اثبات کرده. لئوپولد خطای بزرگی کرد در زمان جنگ، در یک جورای حمایت از هیتلر و مردم خواهان رفتنش بودند، اما خواهان بودوان شدند. فرزندو خود شرط کردن دوباره جانشینش بودن، حقم داشتن، به نظر من حقم داشتن. تمام کسانی که در واقع این انعطاف نشون دادن در برابر هیتلر ناچارشن صحنه تاریخ رو ترک بکنن. شهروندانی که با سربازان آلمانی ساختن در کشورهای اشغال شده اغلب از سوی مردم ترد شدن، به ویژه دخترها، موهای اونها رو تو ته می زدن و اینا تا مدت های مدید مورد شناسایی مردم بودند. و خب دکتر نظری عزیز، از بازار آگهی ها با دوبور بکنیم، میرویم برمیگردیم و گفتگو بر رو پیمی موافقی؟ حتما. خب امیرانم با دکتر اسلام نظری عزیز هستیم و داریم گفتگو میکنیم با ایشون. یادتون باشه بار گذشته راجع به زایمان و سخت شدن زایمان صحبت کردیم و اینکه بشر در جریان فرگشت هر چقدر پیش رفته به همون نسبت زایمانش سخت‌تر شده. ممکنه ما به روزی برسیم که بشر تصمیم بگیره زایمان در شکم، یعنی جنین رو در شکم نگه نداره، در بیرون از شکم. آه میشه دیگه. فرگشت نه روی منطق سوار شده، نه عدالت و نه اخلاق، و قابل پیش بینی نیست چون هدفمند نیست. بنابراین به راز حیات داده، زیبایی زندگی شاهکار فرگشت هست. در زمینه زایمان یک سری از موجودات پیشرفت کردند، یک سری از موجودات پسرفت کردند. اما الگوی زایمان تفاوتی نکرده، جاش تغییر کرده. یعنی شما زمانی که به یک ماهی نگاه میکنید، به گیاهان نگاه میکنید و به انسان نگاه میکنید، همه روی یک الگو سوار شده، هیچ تفاوت نکرده. و امروز هم انسان به راستی در دریا اون نطفه رو رشد میده، اون دریا در شکم مادر هست، حیات در دل دریا آغاز شده، در این تردیدی نیست. اما حیات رو اونهایی که ساکن خشکی شدن به این ترتیب با خودشون یدک کشیدن. بنابراین در شکم مادر چی هست؟ یک آب هست. جنین در نخستین ساعتها و روزها و هفتهها چی هست؟ یک ماهی هست. و به خاطر همینم هست که ما گاه به گاه حتی انسانهایی رو میبینیم که آبشوش دارند، انسانهایی رو میبینیم که خصوصیاتی رو دارند که قرار بود در شکم مادر حذف بشه. چون شما در شکم مادر، در اون جنین، همینطور که رشد میکنه، میلیاردها سال رو میتونید ببینید. یعنی آینه گذشته هست. نه تنها جنین انسان، جنین یک پرستو هم آینه گذشته هست، جنین یک فیل هم
آینه گذشته است. بنابراین حیات هنوز هم در دل دریاست. وقتی که شما به تخم مرغ نگاه میکنید، درون تخم مرغ چی هست؟ خیس هست. این تنها صورتی هست که اونهایی که ساکن خشکی شدن میتونستند در خشکی حیات بدن به یک موجود تازه، و الا اون نطفه خشک میشد، از بین میرفت. بعد از ماهی ها دوزیستیان دریا رو ترک میکنند، اما دوزیستیان تخم گذاری رو هنوز نداشتند، به شبیه به خزندگان برمیگشتند به دل آب تا تولید نطفه بکنند، تولید نوزاد بکنند. اما پرسش دیگه شاید این باشه که چرا ما اصلا زن و مرد داریم؟ چرا نر و ماده داریم؟ اون هم مختص به انسان نیست. نر و ماده رو که صحبت میکنیم در حیوانات هم هست، در گیاهان هم هست. اما این شاید جالب باشه برای شنوندگان شما که اول، حضور زن یا مرد یا نر و ماده اجباری نیست. هنوز هم ما موجوداتی داریم که نیازمند به جنس مخالف نیستن. یک بار دیگه تکرار کنم که اگر شما به دنبال منطق بگردید در مورد پدیده‌های فرگشت و پدیده‌های طبیعی، سرتون به سنگ می‌خوره. زندگی رو همین طور که هست بایستی دید، و کار ما در علم، در دانش، در بیولوژی ارزیابی هست و توصیف اون هست. در مورد موجوداتی که برای مثال نیازمند به نر یا ماده نیستن، یک نمونه خوب اون صدف هست. یک صدف هست به اسم سنجاک که هم نر هست هم ماده، یعنی خودش هم نر هست هم ماده هست. ما ماهی هایی داریم که هم نر هستن هم ماده. ما موجوداتی داریم که نخست نر هستند، بعد از 10 سال ماده میشند و تولید مثل میکنند. ما موجوداتی داریم که نخست ماده هستند، زن هست، بعد زمانی که مساعد هست نر میشند. ما موجوداتی داریم که بر حسب موقعیتشون نر یا ماده میشند. اگر نری نباشه یا نر از بین رفته باشه، ماده ها یک نر رو پیدا میکنن، یعنی ماده تبدیل به نر میشه. و بعد ما نرهایی داریم که اونها آبستن میشند. آبستن شدن مختص به زن نیست. مثل اسب دریایی. اسب دریایی هست که وضع حمل میکنه، زایمان میکنه و به ناگاه از شکم اون ده ها و ده ها اسب دریایی کوچک خارج میشد. ما موجودات زیر زمینی داریم که اونها هم همینطور هست، میتونن تغییر جنسیت بدن. یک ماهی معروف که این کارو میکنه و توی آکواریوم ها زیاد شاید اون رو شنوندگان شما ببینن، دوغات هست، اسم این ماهی هست، که این ماهی نخست نر هست و بعد بزرگ میشه و ماده. آماده میشه و ماده میشه. بنابراین فکر نکنید که حیات نیازمند به زن و مرد هست، و یادمون باشه فرگشت روی یک خط حرکت نمی کنه. مثل یک پنجه عمل می کنه، مثل ریشه های یک درخت عمل می کنه. شاید بهتر بگم مثل یک سنگ های عمل می کنه که اینها رو به ناگاه پرت می کنید در آب، در دریا، و شروع می کنن به تولید موج، موج هایی که شما اونها رو نمی تونید پیش بینی کنید. حداقل ما توان اون کار رو نداریم، ما توان پیش بینی کردن فرگشت رو نداریم. امروز برای مثال 90% از کودکانی که روی کره زمین زندگی می کنند هوای آلوده رو تنفس می کنند. 90% از کودکانی که روی کره زمین امروز زندگی می کنند هوای آلوده رو تنفس می کنند. موادی وارد بدن اونها میشه که نبایستی بشه. بنابراین فرگشت ادامه داره، ادامه پیدا می کنه. اون چی که این گزیده ها رو، این کار به اصطلاح گزینش رو انجام میده، چالش هست. تا به حال بیشتر چالش آب و هوا بوده، چالش محیط زیست بوده. حالا به اون باستی به خصوص اضافه کنیم چالش بیماری ها رو. در گذشته هم بیماری بوده، اما ما در طول فرگشت خودمون با بیماری های بسیار بیشتری روبرو هستیم. هر روز که میگذره ما با بیماری های سر و کار داریم که در گذشته وجود نداشتن، یا حداقل به سراغ انسان ها نمی اومدند. بنابراین در مورد تولید مثل، شنوندگان شما فکر نکنن که یک روزی یک زنی خلق شد و یک مرد. اینطور نیست. چند هزار سال پیش هم نبود و به خاطر اینها یک نطفه ایجاد شد. نه، اتفاقا درست برعکس هست. حیات از یک سلول شروع میشه، و اون سلولی که ما برای دیدار اونها باید پل بزنیم به میلیاردها سال پیش، اونها هم آمیزش جنسی میکردند.
آمیزش جنسی نیازمند به یک موجود بزرگ نیست و هنوز هم ادامه داره. شاید در برنامه آینده در مورد آمیزش جنسی که نهش ارتباطی نداره و لازم هم نیست الزاماً. ما فرم‌های متفاوت داریم برای زایمان و تشخیص. موسیقی. یک خیابان هست در پاریس به اسم مفتاخ. مفتاخ. در پاریس پنجم هست. من مطمئن هستم شما بارها تو اون خیابون قدم زدید. این خیابون 7 متر بیشتر ارزش نیست. یک قدمت تاریخی عجیب و غریب داره. برمیگرده به چند هزار سال پیش. جای سوزن انداختن. به خصوص 2000 سال پیش حضور رومی ها در پاریس و بعد خب در قرون وسطا و بعد بیشتر و بیشتر جون میگیره. نویسندگان بزرگی از این یاد کردن اون دوروبرها زندگی کردند. طولش هم هست 650 متر. برابر اگر بخواید پیاده راه برید مشکل هست. جا نیست. معمولا ماشین ها هم مشکل و گرفتاری دارن. اما این خیابون زنده هست. این خیابون بالا و پایین میره. روی تپه است. پر صفاست. واقعا یک خیابان پر صفا هست. خواننده پر جنب و جوش. پر جنب و جوش هست ولی یک لطفی توی این خیابون هست. خواننده در این خیابون عشق خودش رو میبینه. اوه تو شلوغی. تو این شلوغی. چی میگه؟ اما در کنار عشق خودش که دیگه با هم نیستن. اوه یکی یک نفر بوده. بنابراین یک پل ایجاد کرده بین خودش و خاطراتش و این دختر و این خیابون. بنابراین لازم بود که قصه این خیابون رو برای شنوندگان شما بگم. بنابراین الان شنوندگان شما باید پر بزنن به قرنهای پیش تو همون حال و هوا. این خیابون کم و بیش دست نخورده باقی مونده یا اون حال و هوا هنوز هست. آمبیانس تاریخی توش هست. آمبیانس تاریخی داره. زیبا گوش میکنیم. چقدر جالب. اسمش هست خیابانی در پاریس. Je vous ai croisé dimanche, toi et ton manteau étanche, tu m'as évité, je pense. Alors la vie qu'on a eue, et tous les vins qu'on a bu, est-ce qu'on les a perdus? Je n'aime pas qu'on n'aime pas en parler, même moi j'ai même pas tenté. Je n'aime pas qu'on n'aime pas y penser à notre histoire rue Mouffetard. Peut-être est-ce ça la vie, oublier ce qu'on bâtit, et toi tu l'as compris. Et parce qu'on se croit génial, un beau jour on met les voiles pour embrasser que dalle. Je n'aime pas qu'on n'aime pas en parler, même moi j'ai même pas tenté. Je n'aime pas qu'on n'aime pas y penser à notre histoire. یک شنبه چشمانم به چشمان تو خورد، به تو و بارانی تو. فکر میکنم که خودت را به حواس پرتی زدی. همه برباد رفت، زندگی که با هم داشتیم و شرابهایی که با هم نوشیدیم. دوست ندارم که دوست نداریم از آن صحبت کنیم. خود من هیچ تلاشی هم نمی کنم. دوست ندارم که دوست نداریم که به آن فکر هم نکنیم. به قصه ما در خیابانی در پاریس. شاید زندگی یعنی از یاد بردن آنچه را که ساخته ایم و تو از یاد بردن را خوب فهمیده ای. و چون که به نبوغ خود ایمان داریم، روزی
برای هیچی را بوسیدن بادبانها را بالا می کشیم. یک شنبه چشمانم به چشمان شما خورد. تو بودی، بارانی تو بود و یک جوان در کنار تو. در لحظه خودم را به حواس پرتی زدم. اینطور فکر می کنم. یک شنبه گذشت. دوست ندارم که دوست نداریم که از آن حرفی بزنیم. خود من هم هیچ تلاشی نکردم. دوست ندارم که دوست نداریم که به آن فکر کنیم. به قصه ما در خیابانی در پاریس. فوق العاده. من فکر کنم مرده احتمالا اون جوانی که میگی ژاک شیراک بود. چون با ترس و لرز صحبت کرد. تشکر، فوق العاده قشنگ. آقای دکتر نظری، یه شعر کوتاه بخونید. شعر خیلی زیبایی هست، در واقعا تایید فرگشت چشمم به این شعر خورد. هنر فریبی است برای راه یابی به حقیقت. هنر فریبی است برای راه یابی. بسیار قشنگ، فوق العاده. تشکر میکنم از شما، از فروده عزیز، دکتر رامین فرهام عزیز، دکتر نامدار بقایی عزیز، فرش بهارستان. شعر فرش بهارستان هم فروده خانم میگذارن روی فیسبوک، میتونید اگه خواستید گوش بکنید. تمام زنان ایران سرگرم بافت فرش بهارستان.